ادامه برنامه بازم خوش آمدین. شما بیننده این برنامه در سراسر جهان هستین. از استودیوی مرکزی ما در کابل نیمه اول برنامه تا هنوز هم ادامه داره. تماس های شما عزیزا را می داشته باشیم. سی آدرس مشخص که در اختیار شما هست، صفحه فیسبوک ما، ایمیل آدرس برنامه و شماره تماس ما، در رابطه با اینکه چرا رفتار نامناسب مسئولین در ادارات با مراجعین صورت میگیره و وجود داره و مردم شکایت داره از این ناحیه و مشکلات مردم حل نمیشه و همین سبب شده که یک فاصله بزرگی میان ملت و مسئولین به وجود بیه، چون کسی صدای ملت را نمیشنوه. در این لحظات مهمانان داریم، دو جوان، بانو مرسل عطایی و آقای احمد صمیم نعیمی. اینا دانشجو هستند در خبرنگاری یا حرفه خبرنگاری یا بحث ژورنالیسم در کل. امروز مشخص در رابطه با بحث گردانندگی و گزارش نویسی با این جوان به بحث و گفتگو میپردازیم. مرسل جان خوش آمدین. آقای نعیمی شما هم خوش آمدید. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خوب است از مرسل جان شروع بکنیم، یک تصویر مکمل از شما می داشته باشیم ما بیننده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بیننده های محترم تلویزیون آریانا تقدیم می کنم. امید است که لباس عافیت بر تن داشته باشند. مرسل عطایی هستم، یکی از محصلین خبرنگاری حرفه‌ای جهان نور. بسیار خوب. شما همچنان سلام تقدیم میکنم برای شما و به بینیدهای خوب شما. صمیم نعیمی هستم، یکی از دانشجوی جهان نور، بخش خبرنگاری حرفه‌ای. بسیار خوب. از شما پرسان میکنیم آقای نعیمی که دقیقا خبرنگاری حرفه‌ای چه تعریفی داره و شما مشخصا در کدام رشته؟ چون رشته ها خود زیاد است، یکی عمومی هست بحث ژورنالیسم و شما گفتین که دانشجو هستم در بخش خبرنگاری حرفه‌ای. کمی به جزئیات اگر بپردازین بده نیست. بله، در خبرنگاری حرفه‌ای ما اما مشخص برای 6 ماه و در پالیه ازی که ما درس میخوانیم کارهای عملی بیشتر است. مثلا ما در امو دانشگاهی که درس میخوانیم برنامه ثبتی داریم و میتونیم خوبتر اجرا بکنیم و از این طریق میتونیم یعنی گویندگی و گردانندگی را میاموزیم بیشتر. میشه بگین که گردانندگی چی هست؟ چی ویژگی داره؟ خب اگر مشخص بیم سر سوال شما که گردانندگی خوب این منظورتان شاید از اون باشه. گردانندگی خوب یک شخصی که گردانندگی خوب باشه اما خلاقیت خود داشته باشه، صدای رسا داشته باشه و بتونه اما پیام خود را برای بیننده خود برسانه. ما میتونیم این ویژگی هاست که باید یک خبرنگار داشته. یک خبرنگار داشته باشه و بسیار سوال کوتاه بکنه و چون ژورنالیسم کوتاه‌گویی و کوتاه‌نویسی هست. بله بله. از مرسل جان میخوایم بپرسم در مورد گزارش بگو. یک تعریف از گزارش از خودت داشته باشیم. گزارش یعنی چی و چی ویژگی های باید داشته باشه؟ بله خب تعریف های زیاده را چرا میتونه، اما یکی از تعریف هایی که میتونه جامعه باشه میتونیم بگوییم گزارش نوشتن یک خبر است به طور دقیق و بی‌طرفانه که باز یک گزارشگر چه خصوصیات داره و حالا چه خصوصیات یک گزارشگر داره از دید شما و یک گزارش کدام اصول و معیارها را باید در او رعایت شود؟ یک گزارشگر اولین اصل را که باید داشته باشه، اولین ویژگی که در خود داشته باشه، باید صدای رسا داشته باشه. رسا به چی معنا؟ یعنی توانایی زیر بم ساختن صدای خود را داشته باشه و توسط صدای خود بتونه گزارش جالب جلوه بده تا بیننده را به خود جذب کنه. و یکی از اصول که میخواهیم در موردش زیادتر بگوییم این است که یک گزارشگر به تمام معنا باید بی‌طرف باشه. از لحاظ لحنی که گزارش را میخونه، از لحاظ نوشتن گزارش. حالا در گزارش سرعت مهم است یا دقت مهم است؟ گاهی اتفاق میفته به گونه بالاخره عاجل یا آنی که یک بار توجه میشه و سرعت دقت فراموش میشه. فکر میکنین او باید نشر شوه؟ او درست است؟ خب گزارش هم میتونیم در مجموع به دو دسته تقسیم کنیم. گزارش هایی که یه خبر است که بسیار به زودی اتفاق میفته و ما باید یک گزارش تهیه داشته باشیم تا او به دست نشر سپرده شود. در اون وقت دقت خود همیشه باید باشه، اما سرعت هم خوب است که داشته باشیم، اما زیادتر باید تاکید بالای دقت باشه. چند نوع گزارش وجود داره؟ گزارش ها انواع مختلف داره. گزارش میتونه نوشتاری باشه، گزارش میتونه تصویری باشه، شنیداری باشه. و نظر به این انواع گزارش ها اصول شما دیگه شاید متفاوت باشه یا نه همین اصول بعضی اصول هست که متفاوت هستن، اما بعضی اصول هست که باید در تمامش مانده. و میخوام که از صمیم جان بپرسم. صمیم جان امی بحث لهجه چقدر مطرح است در خبرنگاری؟ بحث لهجه خیلی مهم است در خبرنگاری. اگر صدای بیشتر دوست ما گفتن که صدای رسا داشته باشی و امی که پیامت بسیار خوبتر بتانی برسانی،
این بسیار مهم است و مخاطبم خوبتر بفهمه و برات جواب درست‌تر بده. به نظر ما این یک بخش مهم است. باز ما در امی دانشگاهی که درس می‌خوانیم اونجا یک بخش از گزینش داریم، اما همکارای ما یا همصنفی ما دسته دسته تقسیم شدن و برای هر کدامشان گفته شده که شما به گزارشگری یا برای گردانندگی برای بحث هر کس نظر به موی استعداد بله شوق علاقه نظر که داره بسیار خوب. در بحث گردانندگی و گویندگی سه اصل عمومی که همه ما پذیرفتیم وجود داره: سواد مناسب، سیمای مناسب و صدای مناسب. فکر میکنین این عرصه اصل هم در رادیو مطرح است هم در تلویزیون مطرح است؟ چون ما چهار نوع رسانه داریم: برقی، چاپی، شنیداری و دیداری. بل. فکر میکنین در هر چهار نوعش مطرح است که صدای خوب داشته باشیم، سیمای خوب داشته باشیم و سواد خوب؟ بله، یک گزارشگر یا یک گرداننده طبیعی است که سواد بسیار خوب داشته باشه و اما ادبیاتش کامل باشه تا که بتونه به مخاطبین خود بفهمانه و در بخش دیگه ای که آن فهم صحبت بکنه که چون ما شما میفهمیم که تنادر یک برداشت غلط هم آقای سمیم صورت میگیره از آن فهم بودن صحبت کردن. یکی ها بعضا به فکر هستن که ما کوچه‌ای صحبت بکنیم، هر آنچه به زبان ما بیایه ما باید یک تلویزیون یا رادیو بگیم. برداشتشان از آن فهم بودن همی است. فکر میکنین آن فهم بودن چه هسته؟ یعنی به کدام ادبیات یا به کدام زبان ما حرف بزنیم که مردم را بفهمانیم یا بیننده یا مخاطبین خود را بفهمانیم؟ بله، خب این دید کسایی است که من سر خرد فکر میکنن، اما ما میتونیم مشخص بگوییم که امی که مثلا شما صحبت میکنین از تلویزیون شما و بعض رسانه‌های دیگر هستن، اینا وقتی که میان آن فهم صحبت میکنن اما قدر بیننده بیشتر دارن ده. چون اما پیام خودان میتونن برسانه. این منظور ما از اینست که وقتی که میان گپ میزنیم آن فهم مخاطبین ما بفهمند که ما چطور داشتن معلومات آفاقی برای یک گوینده، برای یک گرداننده چقدر مهم است. حالا او گرداننده میشه یک میز گرد سیاسی را پیش ببرد، یک برنامه اجتماعی باشد، یک برنامه فرهنگی یا هم تفریحی. بیشتر از گوینده های امروزه، از گرداننده های امروزه ذهن خالی هستند. هیچ چیزی برای گفتن ندارن، به ویژه در اون بخشی که اینا کار میکنن صرف سوال مطرح میکنن. سوالا هم کسی دیگه هست که براشون ترتیب و تنظیم میکنه و نوشته میکنه. اینا همو سوال مطرح میکنن، نمیتونن سوال سوال دیگه رو مطرح بکنن چون ذهنش خالی است. معلومات آفاقی در رابطه با موضوعی که بحث میکنه نداره. فکر میکنین این چقدر مهم است برای گرداننده و گوینده؟ بسیار زیاد مهم است. گرداننده باید است اما خلاقیت در پلی خلاقیت اما معلومات و مطالعه و گپ را داشته باشه. اگر معلومات و مطالعه نداشته باشه و اما ذهن به گفته شما ذهن خالی داشته باشه، باز نمیتونه خوبتر برنامه خود پیش بره و بیننده بیشتر داشته باشه. کی باعث چون وظیفه یک رسانه همان آگاهی دهی است، اطلاع رسانی است بر مردم. بله، بله. بر بیننده هایش و یک گرداننده که معلومات نداشته باشه پیرامون یک موضوعی که قرار است که بحث بکنه با مهمانان خود، بازی دیگه فکر نکنم که شایسته یک گرداننده خوب باشه و یک خبرنگار خوب باشه. سمیم جان، در مورد ازی بگو که بعضن کلمات را که استفاده میکنن کلمات فرزن انگلیسی که میباشه در صحبت هایشون یک گرداننده که استفاده میکنه، این بحث چقدر مطرح است در خبرنگاری و باید مد نظر بگیرن که از کلمات خود استفاده بکنن از لسان های ملی خود؟ بله، شما به یک بخش بسیار خوب اشاره کردین. بعضی گرداننده ها استفاده میکنه چون باز هو خودشان زیر سوال میره و بحثشانه. مثلا از اون مثال ها میتونیم بگویم که در بسیار کلمات مثلا اپلای و بسیار چیزایی هستن که استفاده میکنن که به نظر من گویا فکر میکنن که به نوع بزرگ نماییست، در صورت که این گونه استفاده کردن از واژه های انگلیسی یا ای خود میتونه که عمود شخصیت یا گرداننده را پایین نشان بده و کم نشان بده. هم شخصیت یا گرداننده را پایین نشان بده و در پلوی ازو اما تلویزیونشان از زیر سوال میبره. ما شما میبینیم تلویزیون مطرح که یکیش تلویزیون شما ساین معلومات داره مردم افغانستان و ما میفهمیم که واژه‌ای را استفاده میکنه که عام فهم باشه و از انگلیسی تا به حال هیچ به کار نبردن و این بسیار مشکل است. عام فهم بودن، خوشحال جانم سال را مطرح ساخت، چی گونه واژه ها استفاده شده؟ بعضن بعضی واژه های بسیار ثقیل را استفاده میکنن که اصلا هیچ بیننده نمیفهمن، بعضن واژه های بسیار خودمانی را استفاده میکنن که نباید یک گرداننده در پرده تلویزیون همچون واژه هایی را استفاده بکنه که فرزند در بین دوستا استفاده میشه. چی گونه عام فهم باشه؟ خب تا چه حد ما یعنی عام فهم، وقتی که منظور از عام فهم است و سخن از عام فهم بزنیم، یعنی به گفته آقای خوشحال چیزی نباشه که بیایم بس کوچه ای صحبت بکنن.
و با همو جست و حرکاتی که ما داریم در پالی از او مثلا لغات را استفاده بکنند که یعنی بسیار زیاد مشکل هم نباشه، چون حالا ما وقتی که بس میکنیم برای یک هزار یا دو هزار نفر بس نمیکنیم، برای میلیون ها بس میکنیم. خوب است که اونا بیشتر مرسل یک گزارش ما چقدر مهم است؟ آیا این ضرور است که به سه چی و سه که باید جواب داده شود؟ کی کای کجا چرا وقتی یک بیننده میبینه یک گزارش یک خبر را هم واکس پاپ تا هم با لید خود خبر که باید جواب بده برای بیننده و مخاطب که در این گزارش چی حادثه اتفاق افتاد، چی گونه اتفاق افتاد، در کجا اتفاق افتاد، عاملش چی بود، کی اتفاق افتاد، کی مسئول است، این به می سوالات باید جواب بده گزارش ما یا نه؟ و اگر این سوالات جواب نده گزارش ما ناتکمیل هست؟ عناصر یک گزارش اینمی سیکا و سچی است که این مهم نیست که حتما به هر شش اینا باید جواب داده شد، اما حداقلش به 4-5 تایش باید جواب داده شد، حداقلش باید به 4-5 تایش جواب داده شد تا کم گزارش تکمیل شد. چگونه، چرا، کی، چه زمانی؟ یک گزارش میاری چند دقیقه باید باشه با جمع واکس پاپ و خود لید؟ بله، یک دقیقه، دو دقیقه. حالا گزارش های رو ما میبینیم نام خدا 7 دقیقه و 8 دقیقه هست، باز نامش مستند میمانند، نام های دیگر که فکر میکنم غیر مسلکی هسته. بله، یک گزارش باید در عموم از 2 دقیقه الی 3 دقیقه باشه. 2 دقیقه الی 3 دقیقه. صمیم جان، شما در مورد صحبت کردن فن بیان در یک جمع بگوین، زمانی که ما قرار است در یک جمع سخنرانی داشته باشیم، با فرضاً یک برنامه‌ای که می داشته باشیم، قرار است با بیننده های خود باشیم، کدام اصول را مد نظر بگیریم؟ کدام اصول مربوط سخنرانی در یک جمع میشه، در یک محفل قرار است سخنرانی داشته باشیم، و کدام اصول مربوط خبرنگاری میشه که در پرده تلویزیون قرار است با بیننده های خود صحبت بکنیم؟ بله، اگر قرار باشه ما در جمع 1000 یا 2000 نفر سخنرانی بکنیم، اول اصولش اینه که یک شخصی که میاد به خاطر سخنرانی اما چند چیز بسیار مد نظر بگیره، که از اوی که سر وقت بیایه و دیگه ای که برای میمانه خود معرفی نکنه که ما فلانی سمی از اینجا آمدیم، خود زیر سوال میره، و بس دیگه ایشی که واضح صحبت بکنه، وقت مد نظر بگیره. سخنرانی خود از کجا شروع بکنه؟ بعضا گفته خود از معرفی خود شروع میکنن، در مورد خود یک چند کلمه میگن و بعد سخنرانی خود شروع میکنن پیرامون همون موضوعی که قرار است سخنرانی داشته باشن. از کجا و چگونه سخنرانی باید آغاز شود؟ سخنرانی از همو وقتی که اینا بسم الله الرحمن الرحیم میگن و بعدا سخنرانی خود آغاز میکنن، وقتی مد نظر وقتی که برشان گرفته شده، اما 2 دقیقه یا 5 دقیقه یا 10 دقیقه معمولا سخنرانی از بیشتر از 20 دقیقه نمی باشه. اینا ای را باید نظر بگیرن و برای دیگران وقت بتم، قسمی که پیشتر گفتیم ما فهم از امو کلمات انگلیسی استفاده نکنن که باز مخاطبینشان خسته میشن. این رقم خوبتر است که مرسل فکر کو این یک فرضی است که یک سرک تازه ساخته شده در کابل و امروز با بهره برداری سپرده میشه، شما گزارشگر هستین، شما دعوت شدین در اونجا و اونجا تعداد مسئولین میای و بالاخره هم فیتره قیچی میکنه و سرک افتتاح میشه. چگونه یک گزارش از او سرک میسازی؟ چی چیز در ذهنت میگرده؟ از کجا آغاز میکنی؟ با کجا ختم میکنی؟ کدام مواد را داخل گزارشت میخوای بسازی؟ از کجا میخوای واکس پاپ بگیری؟ نظر کیا را بگیری؟ آیا به پیشینه هم میری که یا نه تنها می سرک میگیری؟ چقدر سرک در گذشته در کابل ساخته شد؟ چقدر ناساخته مانده؟ خب زمانی که گزارش را به نوشتنش آغاز میکنیم باید اصول زیادی را مد نظر مثلا بگیریم. مثلا چه اصول؟ مثلا خود عناصر تشکیل دهنده گزارش باید در داخل گزارش ما گنجانده باشه. مثلا واکس پاپ است، مثلا کلپ است. زمانی که گزارش را شروع میکنیم، چون گزارش حالا فرض بگم این سرک ساخته شد و به بهره برداری سپرده میشه، از این چگونه یک گزارش خودت میسازی؟ خب وقتی که میریم به محل باید گفته شود که ایده کجا موقعیت داره، توسط کی ساخته شد، چه وقت کارش آغاز شد و چه وقت به بهره برداری که امروز گفته میشه سپرده شد، و زمانی که مقدمه تمام میشه باید بیایم بالای کلپ کار بکنیم. زیادتر از اشخاص مسئول، مثلا کسی که اونمو سرک ساخته، کسی که صاحب اون پروژه بوده، باید از او کلپ گرفته شوه که کلپ ها عموما از یک دقیقه زیاد نمیباشن، و واکس پاپ باید زیادتر از مردم گرفته شوه که چی فکر میکنن، چقدر مشکلات چنه یل کرد. در گزارش مهم ای است که با مخاطب که صحبت میشه صرف عمود تصویر باشه یا نه، بعضا هم گزارش خود گزارشگر هم در تصویر باشه یا نه، هم صرف گزارش و موضوعی که مورد بحث از او مهم است بر بیننده نه گزارشگر. گزارش بخش مختلف داره که
اول که شروع میکنیم یک مقدمه باید باشه. دوم بدن است که در بدنه باز میتونیم که واکس پاپا و کلپا را بگنجانیم. در قسمت آخرش به نام استنداپ یاد میشه که گزارشگرم باید یک استنداپ بده در مقابل تلویزیون و امون نتیجه گیری آخر را باید اونجا. سمیم جان شما در مورد انواع برنامه ها بگوین. برنامه ها اجتماعی بوده میتونه، سیاسی بوده میتونه، تفریحی بوده میتونه. حالا یک خبرنگار که در برنامه سیاسی است، یک خبرنگار که در برنامه اجتماعی است، کدام ویژگی هایی را باید داشته باشه؟ فرضاً بیشتر تمرکز دان بالا یک خبرنگار که در برنامه اجتماعی می باشه، کدام ویژگی هایی را داشته باشه که بتونه بیننده خود جذب بکنه؟ بله، اول اما یک مقدمه قسمی که بانو عطایی گفتن در برنامه ضرور است و در برنامه سیاسی یک انترو بگه و کوشش کنه بسیار کوتاه و چیزی بگه که اما بیننده خود بر خود جذب بکنه، این به نظر ما بهتر است و سوالایی که میکنه در برنامه سیاسی این معلومات از او داشته باشه خودش. مثلا یک بحث سیاسی است در مورد قندوز، خودش بحث خودش زیادتر معلومات داشته باشه تا که بتونه بسیار خوبتر ابراز بحث بکنه. آمدیم سر برنامه فرهنگی یا اجتماعی. در برنامه اجتماعی خوب است که کسایی را پیدا بکنه و مو خلاقیت که خودش داره و مو شخص مخاطب هم داشته باشه تا بتونه خوبتر بحث بکنه و سوالاتی رو مطرح بکنه که با اینمی جامعه، با اینمی فرهنگ ما یعنی هم خالی یاد داشتن باشه. چند زبان برای گرداننده و گوینده چقدر مهم است؟ مثلا پشتو یاد داشته باشه، فارسی دری یاد داشته باشه، انگلیسی یاد داشته باشه، این چقدر میتونه یک گرداننده و گوینده را کمک بکنه در پیشبرد برنامه‌ش؟ یک سوال بسیار خوب است که من امی دو زبان ملی ما را میفهم، در پالوی از او انگلیسی هم تلاش داریم و یک گرداننده خوب است که بفهمم، چون یکی پشتو حرف میزنه و تو را نفهمی باز دوباره سوال کرده. بله بله، این یک سوال بسیار خوب است. دو زبان رسمی ما هست پشتو داریم و ما باید یاد داشته باشیم. اما باید یک چیز ضروری است که ما یاد داشته باشیم و بتونیم مخاطبین تا یک روز یک مصاحبه با یک سفیر میکنی، با سفیر یک کشور، تو باید انگلیسی یاد داشته باشی، طبعا، یا هم اردو یا یک زبان دیگر. طبعا. فکر کن خودت فعلا گرداننده هستی، موضوع برنامه هست بحث تامین ثبات و صلح در افغانستان. از کجا آغاز میکنی و من مهمان خودت هستم؟ از همین شروع برنامه آغازه. آغاز بکن و کمری روبرو هم هست که گمی گفتگوهای صلح را بفرمایید. بله من مهمان خودت هستم. درست است. طالبان به جای گزینه صلح گزینه جنگ را انتخاب کردند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که طالبان به جنگشان در افغانستان ادامه میدن. از سوی دیگر سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان میگوید که ما پنجمین نشست را برگزار میکنیم و نتیجه مثبت در پی خواهد داشت. برای بحث بیشتر با من آقای خوشحال از تیم مذاکره کننده. آقای خوشحال، شما مذاکراتی هم داشتین و دو سه بار ششتین با پاکستانی ها و مخاطبیتان هم امریکایی ها و چینایی ها بودن. چرا امروز طالب ها باز دوباره آمدن گزینه جنگ انتخاب کردن؟ خب اگه یک سال مجابتون از تلویزیون مرا میکشن ولی آغازت خوب بود، بسیار عالی بود. اونال این برنامه سیاسی نش، اونال برنامه اجتماعی را فرزن. امروز برنامه موضوع برنامه ما در مورد ازیست که برخورد نادرست صورت میگیره با مراجعین در یک اداره، کارکنان مسئولیت پذیری ندارن، حس مسئولیت پذیری و خدمت گذاری ندارن. اینی بس را چخص فرزن این برنامه اجتماعی، این برنامه صبح زندگی چخص شروع میکنی؟ نه مثلا ولی آغازت بسیار خوب بود، یعنی متکی با خود بودن، آغازش بسیار قوی بود. معلوماتی که باید میدادی دادی، اوپنر یا بازکننده بس. همین برنامه اجتماعی را بخواهیم. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه صبح زندگی. باز هم صمیم نعیمی با شما. میمانان من در این بس آقای خوشحال و خانم گیتی هستن. آقای خوشحال خوش آمدین. سلامت باشین. ولی میفهمی صمیم خود بر برنامه سیاسی خوب هستن. اما طرز گفتار، تلفظ درست واژه ها هم یک اصل است که خودت ماشاءالله خوب هستی. همین کارا اگر شما بکنین، چون شما میخواین یک گزارشگر شوین، گزارشگر هم باید یک زبان رسا داشته باشه. طبعا تنها بس قلم نیست که نوشته بکنی. چگونه آغاز میکنی؟ چگونه مثلا در مقابل کامرا ظاهر میشی و گزارش میدی از یک حادثه یا یک رویداد؟ خب میتونیم باید کردش خبری داشته باشیم. بله، مشکل نیست. درست است. طالبان به جای گزینه صلح گزینه جنگ را انتخاب کردن. عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که نشست چهارجانبه صلح به زودی برگزار خواهد شد. این در حالی است که طالبان از
ادامه جنگشان در افغانستان سخن میزنند. اما به گفته پاکستان این گفتگوها شاید مسمر واقع شود. بله. و بعدش؟ برای بحث بیشتر در برنامه آقای خوشحال آصفی سفیر افغانستان در پاکستان. یعنی من ایش نیستم دیگه میمانتم. بسیار عالی. یک چیزی که جرأت اخلاقی است او را شما دارید. ما یک سال دیگه که پیش خودم بود شما شاید بارها تمرین کرده باشین پیش روی کمره به خاطر جرأت این مهم است برای خبرنگار و با گزارشگر. صمیم خود در خانه چقدر در مقابل آینه تمرین کردی؟ اگر بهم وقت بگویم همه در برابر آینه خود تمرین نکردیم ولی یک کمپیوتر دارم همیشه بس ثبت میکنم دو کمپیوتر هم سوال خودم مطرح میکنم جوابم خودم میدم چون ما علاقه مندی زیاده که ما به خبرنگاری داشتم و کار خود از اون طریق زیاده شده ایش خلاقه هم آدم هم میرسنه بلده. ده سال پیش ما در یکی از رادیوی خصوصی نو استخدام بکار شدم باور کنین برنامه اولا که پیش میبردم عرقایم سر کرده بود مدیر مسئول رادیو برام زنگ زد میگه بچه چی میکنی پیش برو گفتم باش باز یک وقفه گرفتم اما تمرین میکردم همیشه پیش روی آینه استاد میشدم جست حرکات صحبت میکردم یک تایپه که خورد از زمان طالبا داشتیم ناخ ناخ خبر میخواندم باز اتفاقا صدای خودم سر من تو خوش میخورد میگم نه من یک چیز میشه این همین کار خوب است که صدایتان یک چیز میشه با خودتان خوش میخورد بعضن هستن که صدای خودشان از دوباره شنیدن صدای خودشان میشرون ولی ما مشور میتکیت ما داشتیم ولی بس خوش خودم چون تمرین مداوم آدم میرسونه و صدا هم سایقل میکنه معلومات هم بیشتر میشه. مرسل جرأت اخلاقی چقدر نقش داره؟ بیشتر کسا خوب میدانن. ما زیاد کسا را میفهم اول نمره از پنزه ژورنالیسم پنتون کابل فارغ شدن. اینجا ما خواستیم برای امتحان حتی در یک مصاحبه عادی اینا جام ماندن، عرقایشون سر کرد و چیزی که یاد داشت کلن از پیشون رفت. بسیار سوالای آسان. پس اینا وقتی وارد صحنه کار میشه و باز در یک جای انفجار میشه اونجا بیربار و زدن و کندن است چطور میتونه گزارش بده اگه جرأت نداشته باشه؟ اونجا خودش دیگه مایکم طرف از پیشش میره و گپم میره و کمرم قطع میشه. خب جرأت هم یکی از ویژگی های خبرنگار باید باشه من. چون زمانی که هر قدر علم هم داشته باشی اما وقتی که جرأت نداشته باشی طبعا در پیش یک کمرا ظاهر شده نمیتونی و چیزی را که میخوایی نمیتونی برسانی به شما چقدر تمرین میکنین به خاطر تمرین بسیار زیاد باید همیشه در خانه تمرین میکنین در خود دانشگاه تمرین میکنین در خانه هم تمرین میکنیم قسم گیتی جان گفتن پیش روی آینه و همچنان در جایی که ما درس هم میخوانیم در جهان نو آمدن به عرفه عشقتان است علاقتان است یا نه کسی برات گفته که برو جلوس شو مشهور میشی محبوب میشی چهار نفر سلام تعلق میگیره نه عشق علاقه است چون زمانی که علاقه یعنی واقعا عاشقانه میرسه اگر مرسل جان میخواستن نام خدا عمو سه اصول که در خبرنگاری مطرح است ارسی شد دارن میتونستن که برند یک رسانه کار بکنن و اینی که خودت این شغل پیش گرفتی میخوای به صورت مسلکی بیاموزی میخواد نشان میده که میخوای یک خبرنگار یک گزارشگر واقعی با مفهوم واقعیش باشی نه اینکه صرف به نام یک خبرنگار یک گزارشگر باشی حالا از صمیم خودت میخوای چگونه یک گرداننده شوی برنامه سیاسی اجتماعی فرهنگی رادیو تلویزیون روزنامه رسانه‌های برقی خب ما مو توانایی را در وجود خود می‌بینم یعنی به برنامه اجتماعی قسمی که شما گفتین حالا تستنده نه برنامه شما هم بسیار خوب است ولی من جس حرکاتت صحبتت با تمرین میشه ولی من به برنامه سیاسی زیاد علاقه دارم بعد پالی ازم اما بخش گزارشگری را گذشته از این بخش تحصیلات تا کدام سطح هست؟ من فعلا در دانشجو حقوق علوم سیاسی هستم سال سوم و در پالوی از این خبرنگاری عرفی دارم بسیار خوب سپاسگزار از شما که تشریف آوردین ان شاء الله موفق باشین تشکر از مرسل عطایی و احمد صمیم نعیمی مجموعه خبری ساعت 8 صبح از استودیو شماره 7 آریانا نیوز آمادی نشر است